دوباره خوش آمدین بینده عزیز، بازم صدای شماست و من شفیق مری در خدمت شما حضور دارم. امیدوار هستم بازم تا آخرین لحظات برنامه ما را فراموش نکنین. امروز دوشنبه است و موضوع برنامه ما هم در مورد شهروالی کابل است. شما عزیز اگر مشکل دارین میتونین به شماره تماس برنامه ما 0711490 تماس بگیرین و مشکلاتتون را به طور زنده با ما شریک بسازین. طوری که در آغاز گفتم که جناب بارکزای صاحب نماینده شهروالی کابل با ما در برنامه حضور دارند. شما از اگر مشکل دارین نمی لحظه میتونین و شماره تماس برنامه ما تماس بگیرین. بارکزای صاحب سلام، صبح شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما، خدمت تمام بینندگان و شنوندگان عزیزتان. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. صبح میگی بخیر. بخیر باشین. بارکزای صاحب، اگر در ارتباط با فعالیت های جدیدتان برای بینده معلومات بتین، کدام کارا تکمیل شده، کدامش نزدیک به تکمیل شدن است؟ طوری که ما در جان هستین، خب مسئله فعلا اجرای پروژه است در شهر کابل و هوادار طرف سر شدن میره. الحمدلله یک بخش کلان، یعنی بیش از یک کیلومتر سرک کوتل قیریزیش به اتمام رسید، تمام شد. بخش دیگهش به احتمال زیاد امروز شروع شده یا شاید دیروز شروع شده، باید دقیق یاد من نیست. سرک بادامباغ پل تکنیک هم عین شکل، او هم بیش از نیمی از سرک قیریزیش تمام شده. عملا امروز در چند ساعات دیگه هم به شمول سرک دارلمان طرف شرک اومی سبز یا افشار که میگن در اوجم قیریزی امروز جریان داره، یعنی اکثریت جاها قیریزی جریان داره. و مسئله سرک های کانکریت ریزی میشد، انشاءالله تا پایان پاییز امسال یعنی اول جدی 90 پروژه تکمیل میشه. 90 پروژه سرکسازی به شکل کانکریت و بیش از 24 پروژه سرکسازی به شکل قیریزی که سرک‌ها بسیار کلان هستن. البته در میان بعضی سرک‌ها هستن که خود پروژه یک کلیم ساله و دو ساله است که مو بخشش که مربوط امسال میشه انشاءالله با پایان میرسه. در کنار این مورد، طوری قبلا وعده کرده بودیم، توزیع زغال سنگ به نام دولتی و با تخفیف ویژه بر شهروندا هم از روز شنبه آغاز شده و لیست مکانهایش به نشر رسیده. در 29 شهر کابل 22 مکان مشخص شده، اما 22 مکان محدود نیست. مطابق با نیازمندی مردم و اما استقبالی که در هر نایه صورت میگیره، ما 2 الی 3 مکان گفته یگان تا اشتبنی هم با خود داریم و اگر نیاز شد اون مکان ها هم فعال خواهد شد. اما برای فعلا 22 مکان در 29 شهر کابل فعال است، لیستش از طریق رسانه ها نشر شده و چندین بار دیگه ما نشر کنم. نیاز باشه حالم لیست هم برای مست مخانده میتونم و شهروندای عزیز ما اگر به نایه مراجعه بکنن، در نایه هم لیست چون یک پروسیجر داره. هر کس قرار باش به مکان برای زغال سنگ بگیره، ما برش نمیتیم به خاطر اینکه خب این زغال سنگ صرف برای گرم کردن خانه ها در شهر کابل است و این پروسیجر از نماینده کوچه و وکیل گذرشون آغاز میشه تا ناحیه میرسه و بعدا ناحیه برشون میگه که شما از کدام مکان برین زغال سنگ تهیه بکنین. یعنی تمام زغال سنگ فروشی که در شهر کابل هسته اونا کار خود را میکنن. صرف 22 منطقه شهروالی کابل در شهر کابل مشخص کرده زغال دولتی یا زغال با تخفیف ویژه فیتو 9000 افغانی برای مردم مفروشه و امیدوار هستیم که حتی قیمتش کمتر شه، اما هیچ وقت از 9000 زیادتر نمیره. کیفیت زغال هم الحمدلله امسال بسیار بهتر است و تیم های مشخص نظارتی از دید کیفیتی از طرف وزارت محترم معادن و پترولیم توظیف شدن که در تمام ساعات میگردن و زغال با کیفیت و با عمو مشخصات که به خاطر مصرف خانگی هست بعد این انتقال شه. و باز تکرار میکنم، این زغال نیه به خاطر حمام است، زغال نی به خاطر فابریکا هست که موارد اقتصادی و تجارتی بخواد کسی از بهره برداری بکنه، صرف به خاطر گرم کردن خانه هست. در کنار این موارد، یک تیمی از شهروالی کابل، شما میدونید مسئله مهاجرین یک مسئله ملی شده تقریبا دیگه، یک تیمی از شهروالی کابل فعلا در تورخم هست، اونجا مصروف ساخت یک کمپ هست با توجه به ظرفیت های علمی انجینری و توانایی هایی که شهروالی کابل داره به رهبری مونسه به خدمات شهری جناب مولف صاحب محمد خالص سجستانی فعلا در تورخم هستند و چی دیگه در توان دارن به خاطر مهاجرینی که از میدونن از کشور پاکستان متاسفانه به شکل اجباری به نوی اخراج میشن، اونجا اجرات خود را میکنن. یعنی در موارد ملی هم شهروالی کابل چی دیگه در توان داشته و چی دیگه سهمش میشده حتی فراتر از او در مقابل کشور عزیزم با افغانستان انجام داده و انجام میده و امیدوار هستیم بتانیم هر چه زودتر او دیزاین و او دیتا انتری که در تورخم وجود داره شهروالی کابل مطابق به چیزی که برش وظیفه سپرده شده انجام بده. بخیر باشین بارگزار شب. در ارتباط به نرخ زغال سنگ بارها شما تاکید کردین، فکر میکنم فیتون 9000 افغانی است و از او انشاءالله بلندتر نمیره.
نه قطعا بالاتر نمیرم، امکان دار پایین تر بیایم بخاطر کرای سالنگ. هم شما خبر دارین، هم خبر بسیار خوب است. حتی ندارد محترم فوایدامه و ریاست عمومی مراقبت از سالنگ ها او را پیش میبره. بله. و هم دیگه تقریبا تمام است میتونم براتون بگویم و بسیار زود باز میشه انشالله. بارگزارش میریم به طرف تماس ها که برمیندان فرصت باشه انشالله صحبت های ما را ادامه میتونیم. بالا میریم به طرف تماس ببینیم کدام بینده ما روی خط تلفن هستن. بله بفرمایید. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. و علیکم سلام، بفرمایید کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ جمشید هستم از 500 فامیلی. جمشید جان بفرمایید، از 500 فامیلی. من خود چند دفعه زنگ زدم، یعنی 4-5 ماه شدم زیر قبرهای 500 فامیلی و کانتینر ها که بود. بله. سابش معلوم نشد. چی مشکل دارو کانتینر ها برادرم؟ بر من تشریف بتن کمی. مشاین برادر. اموز یک علبی ساز هست، وقتی یک ورق آورد نوشته کردم مسجد بند که که نایم میگه در ظرف دو روز کانتینر ها را جمع کنه. ما ورداشتیم گفت مامر خواهم رد. حالا خود از اون یک موتر زغال آورده در اوجه خالی کردم. نه غرفه خود ورداشت، سر مردم را زور که بعد بخت موقت خلاص. نه اوتر یک گب نیست، ما بیشتر در باره زغال برتان تشریح دادیم برادر. اون ملکیت از شما بوده اوجه؟ نه ملکیت دولتی بود، ما کرام داده مالان خود. خود درسته، کرای نشین کجا میتون حق بنوی دعوای ملکیت بکن؟ من برسان موضوع تشریح میتون برادر. خود سیاک مطر زغال آورده اونم جا انداخته خلاص. زغال بخاطر مردم آورده، من برسان تشریح میتون. تشکر. بله بخیر باشین، تشکر از تماس. ببینین شاروالی کابل در مکانهای ما تماس قطع کنن ممنون میشم چون در گوشت زیاد صدامه. بله. شاروالی کابل مکانهای مختلفی در شهر کابل داره که این مکانها ملکیت ما هست و مطابق با پلانی که ما داریم او را پلانی پیش میبریم. خب بعضی ساحات در شهر کابل است که با قیمت ناچیز به کانتینر و غرفه بسیار به شکل ابتدایی و غیر معیاری به کرا داده شده. نمونش ما میتونیم مثلا سرک میدان در پیش قاضی پلازا و کانتینرها که بود برداشته شد، قرار است یک 11 منزله ساخته شود و هیچ کس هیچ کرایه‌نشین شهرداری کابل دعوای ملکیت کرده نمیتونه. اگر شما یک سال بودین یا 10 سال بودین کرایه خود را پرداخت کردین در اوج فعالیت کردین، خانه شما ما باد، خانه شهرداری کابل ما باد. ولی باز هم هر وقت در این مکان ها مارکت ساخته میشه همیشه جلسه گرفتیم با نماینده هایی که غرفه‌های کانتینری که در پیش قاضی پلازا بود جلسه گرفتیم و قراردادی را خواستیم. زمانی که مارکت فعال میشه که بودن اگه اشتباه نکنم 5 منزلش تجارتی باشه دیگه اشتباهی میباشه، قدم اول یا اولویت برای مردم است که اینا اینجا دوکان به کرا بگیرن. ملکیت خود شهرولی کابل است و قراردادی هم نمیتونه ملکیت ما رو تصرف کنه. مطابق قرارداد اگر 10 سال بعد از 20 سال بعد از 30 سال بعد از باز دوباره ملکیت از ما است و حق اولویت در قسمت به کرا گرفتن مربوط اونها میشه. بسیار خوب است که به جای که اینا در کانتینر فعالیت میکنن یا در غرفه فعالیت میکنن در دوکان معیاری فعالیت بکنن. ما شما از مارکت های کانتینری بسیار خاطرهای تلخ داریم. چند میلیارد دلار مردم در سرک جادی نادر پشتون که برش میگن در هیچ شما خبر دارم موبایل فروش ها که درگیر بودن 4-5 سال پیش. بله بله. مردم تباه شدن فقط به خاطر که غیر معیاری بود، سیستم اطفایه نداشت، دو منزل بود و کانتینری بود، تمام سرمایه ملت دود شد رفت از بین رفت. این به خاطر جلوگیری از این موارد ما مجبور هستیم که کارها را دیگه معیاری پیش بریم. بله. یک بخش قضیه. موضوع دیگه که دوست ما یادآور شد در اون منطقه مشخصا اون ساحه دولتی است، ساحه مال ما است. مطابق به حکمی که آمده شهرولی کابل تفاهم نامه امضا کرده به وزارت معادن و پترولیم در تمام نواحی، ما پیشتر یادآور شدم در 22 شهر کابل ما 22 نقطه را مشخص کردیم که در اونجا مردم میتونن زغال سنگ دولتی را خریداری بکنن. در ساحه 500 فامیلی دقیقاً اون منطقه است دیگه، اون زمین مال ما است. طریقه استفادهش به نفع شهر باشه ما تصمیم میگیریم. خب شما اونجا اگه فعالیت داشتین، کانتینر داشتین، غرفه داشتین، برای ما کرا میدادین، حتی ما از او کرا تیر شدیم گذاشتیم با او ساحه را در اختیار کسایی قرار دادیم که در اوج زغال سنگ میرن و با قیمت دولتی 9000 افغانی مفروشن تا پس بر شما مردم سهولتی باشه. یعنی ما نباید بخاطر نفع شخصی خود نفع شهر را دیگه کنار بزنیم. بازم تکرار میکنم دوکان در شهر بسیار زیاد هسته. اگر ساحه دیگه شهرولی کابل داشته باشه که بتانه کفاف مشکلاتی مردم را بکنه. یک موضوع باید بگویم، بیشتر از یک سال میشه مطابق به حکمی که و به هدایتی که از طرف کابینه آمده کسی حق ماندن غرفه جدید یا کانتینر را به این عنوان نداره. اگر دوکان جور میکنن ما در خدمت میبینیم که در اوج اگه سایه سفید داشته باشیم. هر کار خوب است دیگه معیاری پیش بره. بله بله، بر اساس پالیسی و بله. نظم و دسیپلین خودش. میبخشه یکم تشریم از یاد شد تا چون موضوع واضح شوه. بله. بر تمام هم شریعت میریم به طرف تماس ها ببینیم
کدام بدین مورد تماس است. بله. السلام علیکم. و علیکم سلام، بفرمایید برادر، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ از کابل به تماس شدیم از چهل دختران، نامم عبدالوهاب. عبدالوهاب جان مهربانی وکړئ، څه ستونزه لرئ؟ خیر چې مننه دا دی چهل دختران پروژه پر غواړم چې بارکزای صاحب هغه ورکړي، وضاحت ورکړي، دغه هېڅ هغه نه کوي، معلومات نشته چې دغه هېڅ کار دولت مقصد نه کوي، نایم جوړه شوې ده، نایم غیر فعاله ده، او دا نمرې شل شوې ټولې چاردیوالي دغسې دي، د خښتې ورکې سولې، چا دروازې ورکې سولې، نو موږ غواړو چې دغه طرف ته یې دولت لږ توجه وشي. او بل دی کلاچي سړک هم دغه چې خراب ده، کار نه په کې ګېڅ، ټولې پروژې سرته ورسېدي خو دې طرف ته هېڅ پاملرنه نشته. کور مو ودان د بټول ته شاته ست درکم انشاء الله. سلامات مننه. السلام علیکم. بلا شک په کابل ښار کې چل دختران په دوله قلی زمان خان او نور پروژې زموږ پلانی پروژې دي، او دغه پلانی پروژې پر کابل ښاروالۍ حق لري چې هلته باید خدمات ورسول سي، په شمول د سړکونه، چې هغه اساسي موضوع کله چې چیرته پلانی شکل باندې جوړیږي سړکونه لري، بیا هغه ډېر د خدمات له لحاظه به ضعیفه وي. نو پر دې اساس باندې په 1403 کال کې زموږ خپل د پروژو پر برابر باندې چې زموږ پروژې دي هغه ته ډېر پاملرنه کوو انشاءالله. په پډولۍ کې په چل دختران که انشاءالله نوی نوی سرکون با ولرو او طول شاید انشاءالله پام کو دست نده چی بیا صرف خپل پر پروژو باندی پام بکو. اما متاسفانه پا دیشل و کلونی که دی پروژو تا پام نده سوی پا این حال چی ده خپل ده کابل شاروالی پلانی پروژه دی او باید پام لرن نورتا وسو وچی، او متاسفانه تر وسه دیر پام لرن پر ده غیر پلانی زایو باندی سوی دی، ده غیر پلانی زایو نه خپل ستونزی و مشکلات هم داری، اما پلانی زایو نه کچیر مج ورتا پام و نکو دا زای بام غیر پلانی چی متاسفانه پراتون کی. نو دامو پا فکر که دا جی سیب او ساس اخم و یا غشتن نه ده نایب بالکل هلته جوړ سوی دی، نایب هم فعال یا فعال کیږي او انتقالیږي دلته، دا نوی نایب چې جوړ سوی ده. نو ستاسو څخه هم غوښتنه دا دی چې په هر ګذر کې که اوسېږي او هر چېرته که اوسېږي یو عریضه چهارشنبې 2 بجې کابل ښاروال ته راولي او خپل غوښتنلیک موږ ته وړاندې کوي چې بیا د هغه پر اساس باندې دا په جلساتو کې شامل شي او د دې چانس چې دا سړکونه په هغه سي دا قوي تر شي، موږ انشاءالله خدمت کوو. سلامت باشین بارکزه صاحب، میرم به طرف تماس بعدی ببینیم کدام بنده مروی خط تلفن هستن. بله بفرمایید. بله میریم با طرف تماس بعدی. بله بفرمایید. برگزه سب در مورد سرک های پلان شده شما صحبت کردین، بخصوص پدوله و پروژه پلانی واسه پدوله چل دختران قلی زمان خان. بسیاری از مردم در مورد به سرک همین پدوله که از شرک فیصل به خیالم وصل میشه میره به طرف پدوله، در این ارتباط بسیار نگران هستند که آیا به سال آینده هم آغاز خواهد شد یا نشد. شما فکر کنم یکم معلومات داده بودین، بعد از طلبی هم رفته بوده یا نرفته؟ نه 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 نه، سرک پدوله یک بخشش مانده بود. ببینید سرک پدوله مستقیم وصل میشه با چهل ستون، از دانه باغ تا خود پدوله یک بخش مانده بود، از پیش باغ تا خود پدوله هم یک بخش دیگهش مانده بود، هر دویش تقریبا تمام است. بله مشکل سرک حل است، یک سرک بسیار خوب آمده متاسفانه مثل سرک وصلی به شیرپور وزیر اکبر خان، دو خانه که استملاک شده بود حق خود رم گرفته بود، بعدم اعلان هم کرده مجاره و با جدیت کامل قانونی که وجود داشت، خدای نخواست شاروالی کابل مخالف هیچ شهروند نیست، مخالف یا خدای نخواسته بی توجهی به زندگی هیچ کس نمیکنه، اما وقتی که استملاک شده حق خود را گرفته این دیگه شاروالی کابل باید مدعی العموم است، باز کردن سرک بسیار فرض است، در درجه فرض باش قرار میگیره و اجرات خود را کرد. بخیر باشین، میریم تماس هم میگیریم بعد از او باز این مسئله صحبت میکنیم. بله بفرمایید. بله علیکم السلام و بخیر. سلامات تو مهربانی رو رسو کې لکم زده اړیکه نیولې د ایلمان ولایت سم اړیکه نیولې د عزت الله امر. عزت الله جان مهرباني وکړه، څه ستونزه لري؟ دا ستونزه لرم وروره، من از د لشکرګاه سړک ډېر سره دغه دی خراب دی، مانه حکومت نه دی دا نه کېږي مانه جوړ دی کې نه دی مانه یا صرف وګرځي بېخي په تکلیف موږ ګرځو راتو رحمت باندې کوو ډېر سره خراب دی، زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د زموږ سړک راته سم کړي راته جوړ کړي بېخي په تکلیف موږ ګرځو. و نو مرد و خمات دا اختان دا اشمانا دا از مرد سلک را دا جوی که نده دا غیسی نور سلک آنن سا خود در طول یو دروزی مهم دا دی نه یو مریض دی نه تر وقت پل تر محکم تر زه پری منا پر وقت نده نرسی دی نده یا پر لاری بنی مشکل تا دیر دی نور. سلامت و سیدی رضیت من نلاری کنم. و
من متوجه صدا نداشتم. من متوجه شدم این برادر مازلمند تماس گرفته بودند در مورد سرک لشکرگاه، گفتند که بسیار خراب است. واقعا این سرک های شهرهای ولایت به ولایت مثلا میرن سفر میکنند بسیار خرابی داره. در ارتباط کدام پلان بزرگ هست از در این مورد کدام معلومات دارین شما؟ شما میدانید که سایه وسعت و وسعت ساحه فعالیت ما تنها 29 شهر کابل هست. دیگه از این بابت خوب است که با شاروالی خود منطقه مثلا از ولایت هلمند است با ولایت هلمند اگر ولسوالی خاص مثلا ولسوالی گیریش کرد با ولسوالی گیریش در تماس شوند، اونا حتما جزئیات دقیق برشان میده. اما مشخصا در حد مشوره ما همش در خدمت تمام نهادها بودیم، اما کدام موضوع خاصی وجود نداره که از طرف ما یا هدایت بگیره یا ما رو هدایت بتیم یا موضوع بودجه و گپ های دیگه شون کورس وزارت محترم مالیه در ایراسا جوابگو هستن و وزارت های دیگه به شمول وزارت محترم شهرسازی، وزارت محترم فواید عامه و در برخی قریجات وزارت محترم انکشاف داد در ایراسا فعالیت میکنه. بله گپ ها شما کاملا درست است. ما سوال ما فقط این بود که شما کدام معلومات دارین برای نه متاسفانه معلومات خاص نو تازه ندارم. آها بخیر باشین. میریم به طرف تماس ببینیم کدام بنده ما روی خط هستن. بله بفرمایید. بله سلام. علیکم سلام، بفرمایید. خواهر عزیز کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ ببخشید ما از مکریون تماس گرفتیم. از میمون تون میخوایم خواهش کنم که بله اینمی خانه‌ای که در کوه مردم آباد کردن امی مدفوع از کجا میره؟ این مدفوع از خشک میشه کلش در سرکا میایم دیگه سرکا دعوا میره. اصلا ما مردم کابل اکسیژن تنفس نمی کنیم، مدفوع تنفس می کنیم. لطفا چاری از ایران بکنن چون یک مریضی به بار میاره. فقط در میره خواهش میتدم یک چاره کنن. تشکر مادرم، بخیر باشین. صحبت چون دقیق است، یک واقعیت متاسفانه تلخی است که در جامعه وجود داره و افرادی که در کوه ها خانه آباد کردن بدون شک مشکلات فراوان دارند و اصلا اونجا به خاطر این کار نیست، چون از دید آب، از دید مشخصا موارد مثل سپتیک و فاضلاب که یادآور شدن مشکلات فراوان است و با استفاده از هر بارانی که میشه اینا متاسفانه سپتیک خود را در موجودی که دارن رها میکنن تا روی سرک میرسه متاسفانه. فلاحات شاروالی کابل چون این مسئله یک مسئله کلانتر هسته با ادارات مختلف، خصوصا اداراتی که در راستای ساختن کانالیزاسیون مسئولیت دارن، با وزارت محترم شهرسازی، با تمام اینا جلسات مختلف خود را داشته و برای فعلا که ما شما صحبت میکنیم سعی کلی است در ساحاتی که خانه های غیر پلانی در زمین های دولتی ساخته شده کو و تپه هم دولتی است، اگر هر کس کدام سندی مبنی بر اینکه این جایداد از یا هسته دارن میتونن ارائه کنن ما در خدمتشان در اوج تطبیق میکنیم و سعی کلی است در جاهایی که متاسفانه زمین ها غصب شده، هر سن یک کمیسیون بسیار کلان در سطح افغانستان در قسمت بازپسگیری و استرداد زمین های غصب شده کار میکنن، خوب تصویر کلان هسته و بسیار با احتیاط، با دقت و با تمیز کامل پیش میرن که دستاورد بسیار خوب هم داشته. باز هم شاروالی کابل سعی بری داره که پروژه را اکثریت در جاهای تطبیق بکنه مطابق به چارچوب طراحی شهری و شبکه اصلاحی سرک‌هایی که ما داریم که در اوج متاسفانه زمین‌ها غصب شده، تا از یک طرف زمین‌های غصب شده باز پس گرفته شوه و از طرف دیگه به طرف پلانی شدن ساحه بریم. گپی یا بسیار دقیق است، متاسفانه مشکل وجود داره و اکثریت آبخیزی‌ها هم که صورت می‌گیره به خاطری است که زمانی که باران میشه همین شهروندای ما ده ها جای ما فیلم داریم، مستند داریم که کثافات خود را، زباله را و به شمول سپتیک خود را رها میکنن چون اسلوپ زمین بسیار زیاد است، تا سرک را بسیار ساده میرد مثلا جوی شیر میتونم برتون مثال بدم، اما بعد از او بسیار سخت است که در جوی های را جا به جا شون انتقال پیدا کنه. سلامت باشین جناب بارگزار، بسیار تشکر از حضورتان در برنامه. زنده باشین. همشهری های ما به خصوص این مسئله آخری که یاد شد بسیار یک موضوع مهم است، امیدوار هستم همشهری هم کمک بکنن و شما هم یک پلان درسته بسنجین به خاطر حل این مسئله. بازم تشکر بسیار زیاد از دوستان در برنامه. بینده عزیز بخش صدا شما در اینجا به پایان میرسه، تا برنامه بعدی که من شفیع خمری در خدمت شما حاضر بشم شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز بسپارم. ادامه برنامه را با همکاران ما بعد از یک وقفه فراموش نکنین. خدا نگهدارتان.